آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه شنبه در کنفرانس بروکسل با موضوع حمایت از آینده سوریه و منطقه سخرانی کرد وی در سخرانی خود گفت بیش از یک دهه است که مردم سوریه شاهد مرگ، ویرانی و ناامیدی بودند نزدیک به نیم میلیون نفر کشته شدند او افزود بیش از 12 میلیون نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند و درست زمانی که نیازهای بشر دوستانه به سطح بی سابقه ای رسیده بود زمین لرزه های ویرانگر نیز رخ داد وی ادامه داد امروز از هر ده سوری 9 نفر زیر خط فقر زندگی می کنند بیش از 15 میلیون یا هفتاد درصد از جمعیت سوریه به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند ما به دنبال جمعآوری یا و دهم میلیارد دلار کمک برای سوریه هستیم که بزرگترین درخواست کمک در سراسر جهان است گوترش تاکید کرد ما زمانی برای تلف کردن نداریم زیرا غذا یا کمک های نقدی برای دوانی میلیون سوری در ماه آینده به اتمام خواهد رسید ما باید این چرخه معیوبی که در آن محرومیت باعث ایجاد درگیری می شود و تعارض ناامیدی را افزایش می دهد نابود کنیم دبیر کل سازمان ملل گفت ما باید مسیری رو به جلو برای مردم سوریه ترسیم کنیم تا درجه ای از ثبات و معیاری برای امید به آینده پیدا کنند او ادامه داد دستیابی به پیشرفت واقعی در موضوع حیاتی افراد بازداشت شده روبوده شده و مفقود شده از جمله از طریق ایجاد یک نهاد بین المللی و در نهایت پیشروی به سمت مذاکرات معتبر و همه جانبه در راستای قطنامه 2254 دو و و شورای امنیت اهمیت دارد.